بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه روز بسیار مهمی، روز جمهوریت و اسلامیت و ایرانیت هستیم. فردا 12 ماه فروردین و سال روز اعلام نظام جمهوری اسلامی ایران در 12 فروردین سال 1358 و یکی از افتخارات مهم نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و معمار کبیر انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است که خب میبینیم بعد از انقلاب تقریبا میشه گفت بلا فاصله، یعنی از روز 10 فروردین و 11 فروردین که 2 روز همه پرسی و رفراندوم بود، با 22 بهمن که پیروزی انقلاب اسلامی بوده، فاصلهش 47 روزه، یعنی از 2 ماه کمتر مردم پای صندوق آرا آمدند و به نظام رأی دادند. خب امام یک درس بزرگی رو داد به همه و یک اعلامیه مهمی بود و اون این که در این کشور همه کار مردم هستند. اگر بخوایم در یک کلمه 12 فروردین 58 رو تفسیر کنیم، این است که میزان رأی مردمه، رأی ملته، همه کاره مردم هستند. این مردم هستند که برای خودشون نظامی رو برمیگزینند و انتخاب میکنند، نظامی که یک پایش جمهوریت مردم سالاری، یک پایش موازین اسلام و اسلامیت و پایه سومش ایرانه. این 3 در کنار هم قرار میگیره، میشه جمهوری اسلامی ایران و نام نظام ما هم جمهوری اسلامی ایرانه که خب در قانون اساسی هم در همون اصل اول، مخصوصا در اصل سوم، میگه دولت جمهوری اسلامی ایران، این نام این نظام هست و این دارای 3 پایه مهم هست، هر کدام اهمیت خاص خودش رو داره. جمهوریت رو قانون اساسی به تفصیل در اصل 6 بیان کرده، اسلامیت رو به تفصیل در اصل 4 بیان کرده و ایران هم در اصول مختلف از جمله اصل اول، اصل 3 به صراحت ذکر شده و معلومه خب کشور ما کشور ایرانه. هویت ایرانی برای ما مهمه، فرهنگ ایران برای ما مهمه و من بخوام یک کلمه راجع به ایران بگم، منافع ملی کشور به معنای عام کلمه، نه منافع ملی که ما روبروی امنیت ملی ذکر میکنیم، روبروی مصالح ملی ذکر میکنیم، منافع به معنی عام که همه اینا رو شامل میشه، منافع ملی کشورمون ایران به عنوان یک پایه است. موازین اسلام چه در اعتقادات، چه در عمل، چه در قانونگذاری و به ویژه در اخلاق و رفتار میزان و معیار ما هست. اداره کشور دست مردمه. اداره کشور، اداره کشور ایران در اختیار مردمه. این مردم هستند که بالاترین مقامات کشور رو و مدیریت کشور رو با صندوق آرا و با آراء خودشون برمیگزینن و انتخاب میکنن و این خیلی مهمه که نظر مردم، آراء مردم، فکر مردم و انتخاب مردم، اصلا تمام انقلاب ها تو ایران از کی، از زمان میرزای شیرازی بزرگ، حالا قبلش در نظر نگیریم، تو این
150-60 سال حرکت‌های انقلابی برای چی بود؟ برای این بود که مردم بتونن انتخابگر باشن، همین. مردم بتونن انتخاب بکنن. کسی به مردم رأی را تحمیل نکند. این کل حرکت‌های انقلابی در جمهوری اسلامی ایرانه. بنابراین ما 12 فروردین یک روز بسیار مهم در مردم سالاری اسلامی در کشورمون ایرانه و باید پاس بداریم. پاس داشته 12 فروردین اینه که مردم در همه امور مهم اداره کشور حضور پیدا کنن. خدای ناکرده اگر ما یک انتخاباتی داشته باشیم، مشارکت حد اکثری در اون انتخابات نباشه. این ما یک ضربه بسیار بزرگی رو ما زدیم به اون راه و روشی که در 12 فروردین ما انتخاب کردیم. یکی از مسائل بسیار مهمی که امروز ما پیش رو داریم مسئله انتخابات، یعنی اگر ما تا پایان این دولت 3-4 مسئله مهم رو بشمریم، یکی از اونا انتخابات کالا، هم انتخابات ریاست جمهوری است که بسیار مهمه، هم انتخابات شورا هاست، حالا میان دوره ای هم هست، به هر حال اونا هم سر جای خودش اهمیت داره. انتخابات بسیار مهمه برای اینکه مردم ببینن چه کسانی رو با چه برنامه‌ای میخوان برگزینن و انتخاب کنن. تا انتخابات هست، تا مشارکت هست، تا صندوق رأی هست، نظام جمهوری اسلامی ایران هم با همین قدرت و شکوه خواهد بود. و اگر روزی انتخابات از نظر مردم بیفته، یعنی مردم بگن چه فایده داره حالا بریم انتخاب بکنیم یا نکنیم، اگه به همچون روزی که هیچ وقت انشالله به همچون روزی مردم ما نرسن که بگن انتخاب بکنیم یا نکنیم چه تأثیری داره، این به معنای پایان تمام انقلاب هاست. یعنی از میرزای شیرازی تا حالا همه از دست دادیم و از بین رفته، چون ثمره اون همه حرکت ها و انقلاب ها برای این بود که مردم برگزینن، مردم انتخاب کنن، مردم حضور داشته باشن، مردم بگن چه کسی، مردم بگن چه برنامه‌ای، مردم بگن چگونه کشور رو اداره کنید، مردم بگن با چه کشوری رابطه داشته باشید، مردم بگن چه جور مسائل داخلی و خارجی خودتون رو حل کنید. اگر مردم نباشند، اگر در اداره کشور جمهوریت که از همین کلمه هم از اینجا آغاز میشه، جمهوری اسلامی ایران، جمهوریت، اسلامیت، ایرانیت، این سه در کنار هم قرار گرفته و هر کدام معنای خاص خودش رو داره. ما هویت ایرانی رو داریم، راه داریم، تاریخ ایران رو داریم، جایگاه ایران رو داریم و خلاصه همون که در یک کلمه به عنوان منافع ملی کشور و ایران باید مد نظر ما قرار بدیم. من یک بار دیگر تأکید میکنم، راه حل مشکلات پیچیده در این کشور فقط اصل 59 قانون اساسی است. اگر یه مسئله پیچیده است، هی به هم میپیچیم، این به اون میگه، اون به اون میگه، این از اون انتقاد میکنه، اون از اون انتقاد میکنه، راه حلی جز اصل 59 قانون اساسی وجود نداره. ما مگر افتخار نمیکنیم به 12 فروردین؟ 12 فروردین چیه؟ یه همه پرسیست دیگه، مگر غیر همه پرسیست؟ 12 فروردین چیه؟ یه رفراندوم دیگه. مگه به ما به این قانون اساسی افتخار نمی کنیم؟ قانون اساسی با چی تثبیت شد، نهایی شد؟ با رفراندوم، با رأی مردم. قانون اساسی تجدید نظر شده و بازنگری شده چه جور تثبیت شد؟ بازم با رفراندوم، بازم با آرای مردم،
ما قانون اصل نظام ما، قانون اساسی ما همه با همه پرسی و رفراندوم انجام گرفته. البته رفراندوم، ما کشور سوئیس نیستیم که 100,000 نفر در یک نامه امضا بکنن دولت مجبور بشه که رفراندوم برگزار کنه. تو کشور سوئیس 100,000 نفر اگه امضا کنن بگن این موضوع باید به رفراندوم گذاشته بشه، دولت باید اونو به رفراندوم بذاره. من از رئیس جمهور سوئیس در یک سفری سوال کردم، بهش گفتم شما مشکل ندارید؟ گفت نه، اگه مردم خود تصمیم گرفتن به ما گفتن که ما در این مسئله رأی میخوایم، خب ما به رأی میذاریم دیگه، هرچی مردم بخوان همون میشه. به هر حال خیلی راحت بود، گفت نه اصلا ما مشکلی نداریم به این که بخوایم اینا رو عمل کنیم. همچی پرسیدم سالانه چند بار این کارو میکنید؟ بعضی وقتا دو بار، بعضی وقتا مثلا یه سال یه بار، گاهی وقتا یه دو سال طول میکشه. این وابسته به اینه که مردم چی بخوان، توی از مسائل کوچیک تا مسائل بزرگ. این مسئله ممکنه مربوط به حقوق زنان باشه که یک مسئله بسیار مهمه، ممکنه مربوط بشه به یک اتوبان که از این منطقه اتوبان بگذره، یعنی مردم بیان 100,000 نفر امضا میکنن، ما باید به رأی عمومی بگذره. خب حالا ما نمیخوام بگم ما نمیخوایم، مثل کشور ما متفاوته و هر حال فرق میکنه، اما قانون اساسی به ما گفته در مسائل مهم سیاسی، در مسائل مهم اقتصادی، در مسائل مهم اجتماعی، در مسائل مهم فرهنگی، 4 موضوع رو قانون اساسی در اصل 59 ذکر کرده: اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. گفته تو این 4 بخش اگر یک مسئله بسیار مهمی وجود داشت، اون وقت ممکنه قانونگذاری دیگه از طریق مجلس شورای اسلامی نباشه، قانونگذاری از طریق همه پرسی باشه. اتفاقا من سالهاست میاندیشم 4 تا سوال اصلی تو این 4 تا مسئله وجود داره: اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی. 4 تا مسئله مهم. البته میشه 8 تا مسئله هم کرد. اگر یک رفراندوم گذاشته بشه، این 4 تا مسئله نوشته بشه، آری و نه دیگه، میگیم آقا اینجوری، میگن آری یا نه. اگر یا هر سبک دیگری، ممکنه به سبک دیگری رفراندوم باشه، تمام دعواها و مشکلات جناحی، حزبی، نمیدونم، واقعا بعضیا روسنه نیت هم میگن، نه اینکه حالا غرض داشته باشن، یه جوری دیگه معتقدن به هر حال که چیکار باید بشه. به هر حال این خیلی راحت با یک دونه رفراندوم، همونطوری که وزیر کشور انتخابات برگزار میکنه، یه بار هم یه همه پرسی برگزار میکنه، خیلی راحت، سوالای مشخص، البته به همون ترتیبی که قانون اساسی مشخص کرده دیگه، سیرش رو همونجا باید انجام بگیره. من میخوام بگم که 12 فروردین یک روز نیست. میخوام بگم 12 فروردین یک فرهنگ، یک راه، یک مسیر برای حل معضلات پیچیده و اساسی در کشور. انشاءالله ما بتونیم این راه رو پیروی کنیم و ادامه بدیم و این روز بسیار مبارک رو پیش رو داشته باشیم. ما به غیر از بحث انتخابات که این 4 ماه پیش رو داریم، ما تا پایان این دولت تقریبا 4 ماه، یعنی فردا که حساب بکنیم 4 ماه هست که ما باید کشور رو اداره بکنیم. خب برای ما بسیار مهمه. 4 ماه ممکنه ما بگیم خب 4 ماه چیزی نیست، ولی نه، به نظر من 1 هفتهش هم مهمه، 1 روزش هم مهمه، 1 ساعتش هم مهمه. دولت در هر لحظه میتونه تصمیم مهم بگیره، اقدام مهم انجام بده، و مردم این بار رو بر دوش ما گذاشتن. ما تا 12 مرداد این بار بر دوش ما هست، سنگینیش رو به وضوح بر دوش خودمون احساس میکنیم و انشاءالله میرسونیم تا پایان کار. پس یکی مسئله انتخابات، همه تلاش کنیم یه انتخابات خوب، پرشور، با شکوه، به گونه ای که همه مردم احساس کنن یه نماینده دارن. حالا اگر ما 3 تا جناح داریم، لااقل 3 نفر داشته باشیم. اگر 5 تا جناح داریم، من نمیدونم، 5 نفر داشته باشیم. حالا جناح اینا که میگم نوع تفکر، من میخوام بگم اگر 1 نوع تفکره، 2 نوع تفکره، 5 نوع تفکره، هر کدام ببینن یک نماینده ای دارن، تشویق بشن بیان پای صندوق،
بیستند، ایستادن پای صندوق، زحمت رو به عنوان عبادت تلقی کنند، از صبح برن و اگر یک ساعت هم پای صندوق، حالا در 96 که ساعتها و ساعتها بعد از ظهر و غروب مردم معطل شدن دیگه، حالا وزارت کشور ما و شورای نگهبان ما به هر حال نتونستن توقع مردم رو برآورده بکنن، مردم از پشت صندوق رأی با صفهای طولانی که در مصاحبه بعضی ها گفته بودن 7 ساعت ما در صف بودیم و بعضی ها گریه کردن وقتی اینا رو برگردوندن. حالا کار نداریم، به هر حال اون گذشته هرچه بوده، از 1-2 میلیون نفر رأی نگرفتن، حالا دیگه مهم نیست، به هر حال اونا رو حساب میکنیم ما خودمون تو آرا. خیلی مهمه این مسئله که همه مردم احساس کنن، همه با شور شوق پای صندوق بیان، نترسیم که آقا نکنه این انتخاب بشه، نکنه آقا هرچه مردم انتخاب کنن مبارکه، اینم قبول کنیم. اگه اینه تو مغزمون بگنجونیم، منتخب مردم برای ما مبارکه، هر که هست، از این جناح یا اون جناح یا اون جناح یا این جناح، فرق نمیکنه، از هر جناحی که هست، این بیاد تو مغز ما، بریم پای صندوق آرا انشاءالله. الان ما نیازمندیم، همیشه نیاز داشتیم البته، الان ما نیازمندیم که 12 فروردین رو تکرار بکنیم انشاءالله در 28 خرداد سال 1400، سالی که حالا به نام قرنه، حالا درسته در آستانه قرنه ولی از نظر مردم سال قرنه، سال 1400 که سال بسیار مهمی هست. موضوع دومی که ما دنبال میکنیم در این 4 ماه و برای ما بسیار مهمه، موضوع سلامت مردم و داستان کرونا است. به هر حال زحمت بسیار زیادی کشیده شد از پایان بهمن، روز آخر بهمن سال 98، تمام 99 و الان هم فروردین سال 1400. خیلی تلاش شد، هم مردم خیلی زحمت کشیدن، هم کسبه خیلی زحمت کشیدن، هم تولیدگران خیلی زحمت کشیدن، هم اونهایی که مسئولیت به عهده دارن تلاش کردن، هم خب در رأسش کادر درمان بار مسئولیت بسیار سخت و سنگینی رو بردوش گرفت و انصافا در مجموع کادر درمان و مردم و مسئولین و نیروهای مسلح و صدا و سیما و همه اینهایی که به میدون آمدن، انصافا تلاش فوق‌العاده‌ای رو انجام دادن. حالا ممکنه تو هر کاری ما نمره 100 نتونیم بدیم، از 100 کمتر بدیم، 97 بدیم، 98 بدیم، ولی به هر حال نمره بالایی هم شرکت‌های دانش بنیان، هم اونایی که تولید کردن. شما ببینید روز اول ما برای ماسک مثلا مشکل داشتیم، برای دستکش مثلا مشکل داشتیم، حتی برای الکل مشکل داشتیم، برای مواد ضد عفونی مشکل داشتیم، برای ونتیلاتور مشکل داشتیم، برای خیلی از مسائل، خیلی از تجهیزات، خیلی از داروها، همه رو ساختن، همه به میدان آمدن، همه پای کار آمدن. یک پزشک غر نکرد، یک پرستار نگفت خسته شدم، همه آمدن پای کار، همه تلاش کردن. ما کیت تشخیص روز اول اصلا نداشتیم، کیت تشخیص اصلا نداشتیم، هم روز اول که تشخیص بدیم کرونا رو، کیت تشخیص در اختیار قرار گرفت، کیت تشخیص ساخته شد، انواعش ساخته شد به اندازه کافی. روز اول مگه چند هزار ما میتونستیم تست بگیریم؟ الان 100 هزار، بالای 100 هزار هم توان داریم تست بگیریم. پس کار بسیار بزرگی شد و کار بسیار عظیمی شد و تا این مقطع اخیر هم خب کار بزرگ ما دیگه واکسنه، الان تو این مقطع واکسنه، تلاش بسیار زیادی شد، میلیون ها دوز واکسن خریداری شده، اینا باید وارد کشور بشه، یه بخش وارد کشور شده، یه بخش دیگر در همین هفته ها وارد کشور میشه، در ماه بعد وارد میشه و در داخل هم امیدواریم بخش های مختلف دارن تلاش میکنن برای ساخت واکسن. خیلی ما امیدواریم پایان بهار اول تابستان انشاءالله بتونیم از واکسن داخلی هم استفاده بکنیم و
از هفته قبلم، یعنی از روز شنبه این هفته، مصوبه ستاد ملی کرونا بود که در چارچوب واکسن هایی که وزارت بهداشت درمان مشخص کرده و معین کرده، هر بخش خصوصی با عرض نیمایی میتونه واکسن رو وارد کنه بیاره و در بیمارستان های خصوصی دولتی، هر جایی که وزارت بهداشت درمان میگه مناسب هست، اونجا این تزریقات انجام بگیره. حتی اگر یک کارخونه بزرگ، یک تولید کننده بزرگ برای کارگرای خودش میخواد بره بیاره وارد کنه، بره با هماهنگی بره وارد کنه بیاره واکسن استفاده کنه. اساس اینه که واکسنی که ما وارد میکنیم و به صورت مجانی استفاده خواهد شد، اون حساب دیگری داره، یک برنامه ای داره، طبق اون برنامه ما عمل میکنیم. کادر درمان، افرادی که مسن هستن، افرادی که بیماری زمینه ای دارن، حالا ممکنه به افراد عادی یکم دیرتر برسه، اما حالا یک کسی اگر خواست از طریق دیگر با عرض نیمایی واکسن وارد بشه، تزریق بشه، این کار بشه، هیچ مشکلی ما نداریم. چرا یه ایرانی برای زدن واکسن پاشه از اینجا بره یک کشور دیگر، پول بلیط هواپیما، هتل، گرفتاری، یک ماه بمونه برای اینکه واکسن تزریق ورداریم بیاریم اینجا؟ چه مشکلی ما داریم؟ اصلا مشکلی ما نداریم. این رو ما مصوب کردیم، ابلاغ کردیم، وزارت بهداشت درمان داره دنبال میکنه، انشاءالله هر دستگاهی خواست بیاره، هیچ مشکلی در این زمینه ما نداریم. کار بزرگ ما اینه که تو مسئله واکسن انشاءالله اولین قدم ما اینه که فوتی های مرتبه کاهش پیدا کنه. یعنی وقتی کادر درمان، وقتی افراد بیماری زمینه ای، وقتی افراد مسن واکسن بزنن، مرگ و میر یک مرتبه کاهش پیدا کنه. قدم دوم هم میخوایم زنجیره رو قطع کنیم. زنجیره البته بخواد قطع شه باید 70% مردم واکسن بزنن و اونجا زنجیره دیگه قطع میشه. یا اگر یه فردی واکسن نیاز نداره، خب خود وزارت بهداشت اعلام میکنه که این فرد نیاز نداره، به هر حال زنجیره اون وقت قطع میشه و این کار در دسترس. در 1400، در سال 1400 این کار انشاءالله به حول و قوه الهی انجام خواهد شد و این دولت همه توان خودش رو به کار میبره. من دیروز در ستاد تنظیم بازار به صراحت گفتم ما نباید به فکر 4 ماه باشیم، ما باید به فکر سال 1400 باشیم. هر چه لازمه برنامه ریزی کنیم، تجهیز کنیم، آماده کنیم، تا ساعت آخر کار کنیم و به بهترین شکل ممکنی که ما در توان داریم کشور رو در اختیار دولت 13 قرار بدیم. انشاءالله اونا هم به وظایفشون عمل میکنن، انشاءالله شرایط بهتری برای مردم پیش خواهد آمد. مسئله دیگری که برای ما مهمه، که مسئله سوم میشه برای ما تو این 4 ماه باید تلاش بکنیم، مسئله تحریمه. مسئله تحریم، من یک نگرانی اخیراً پیدا کردم. حالا وزارت خارجه، صدا و سیما، دیگران همه دست به دست هم بدن، شایدم من نگرانیم خیلی جا نداشته باشه، به هر حال یه جوری حل بکنن. ببینید، تا امروز 100% مقصر در داستان تحریم آمریکا بود. 100%، هیچ کس نمیتونه تردید بکنه. در دوره ترامپ که هیچ جای تردید نیست، به هر حال اونا تحریم کردن، اونا کار بیقانونی کردن، برخلاف انسانیت کار تروریستی انجام دادن، مردم ما رو محروم کردن. ما دیروز در داستان تنظیم بازار از یکی از مسئولین شنیدیم که حتی در مرغ اجداد افک آمده ما رو تحریم کرده. ببین چقدر خبیثن اینا، چقدر خباثت. یعنی حتی برای غذای مردم، برای داروی مردم، دیگه خبیث‌ترین دولت در تاریخ آمریکا دولت ترامپ بوده. از اون خبیث‌تر شما تاریخ نمیتونید پیدا کنید. اینقدر آدم خبیث، برای منطقه خبیث، برای کشور ما خبیث، برای ملت فلسطین خبیث، برای ملت خودش خبیث. اصلا چیز عجیب غریب بود. حالا اونا رفتن، کاری نداریم. تا وقتی اونا بودن، تمام دنیا میدونست که در داستان تحریم مقصر آمریکاست. خب حالا دولت جدید اومده،
دولت جدید که آمده شیوهش عوض کرده. اگر ما حواسمون جمع نباشه ممکنه اینا با تبلیغات بیان به تدریج به مردم ما بگن که ما که آماده هستیم، این ایرانه که امروز فردا میکنه، ما آماده ایم، ما بیاییم بشینیم مذاکره کنیم، ما که آمدیم، ما آمدیم پشت در پنج به اضافه یک، این ایران پشتش یه قفل انداخته، رامون نمیده، هی میاییم در میزنیم، این رامون نمیده ایران. نباید بگذاریم این بهانه دست مردم بیفته، دست افکار عمومی بیفته. البته دولت جدید آمریکا که آمده تا حالا هیچ اقدام جدی عملی انجام نداده، حرف زده، یه سری حرفا زده، گفته مثلا کار دولت قبل غلط بوده، گفته فشار حداکثری جواب نداده، گفته راه این نیست، گفته راه جنگ نیست، راه فشار نیست، راه تحریم نیست، راه دیپلماسیه. اینا رو گفته، به زبون اینا رو گفته، منتها در عمل ما نمیبینیم که دیپلماسی باشه، در عمل باز هم همون تحریمه، همون فشاره. در عمل ما اقدام جدی نمیبینیم. میگن خب ما گفتیم بنشینیم حرف بزنیم. ما گفتیم. شما قبول دارید ترامپ تروریست بوده یا قبول ندارید؟ اگر قبول ندارید تروریست بوده که همه حرفاتون باطله، بی ربط اصلا حرف میزنید. اگر قبول دارید این آدم تروریست بوده، پس یک ثانیه نمیتونید عمل تروریستی رو ادامه بدید. شما دارید اعمال تروریستی رو ادامه میدید، پولای ما رو همچنان قفل کردید، نمیذارید در اختیار ما قرار بگیره، تجارت ما رو نمیذارید انجام بگیره، حتی در واکسن ما مشکل درست میکنید، نمیذارید واکسن به دست ما برسه. من حالا نمیخوام اسم ببرم، با یک کشوری ما صحبت کردیم که واکسن در اختیار ما بذارید، چرا نمیذارید؟ گفت خب این واکسن نمیدونم 8 قسمتش رو ما از بیرون میخریم، آمریکایی‌ها به اونا گفتن که اگر اینا بخوان واکسن به ایران بدن ما نمیدیم اون 8 قطعه. یعنی اینا خبیثن. همین حالام رو واکسن مردم، رو زندگی مردم، یه وقتی تو ذهن نیاد من میترسم دستگاه تبلیغات غرب و خود آمریکایی‌ها بیان بدمن در بوغها، در بلندگوها، بگن آقا ما که گفتیم اون راه غلط بوده، ما که گفتیم دیپلماسی، ما که آمدیم، ما که کفش و کلاه کردیم آمدیم پشت در، ایران رامون نمیده. نباید بگذاریم این جا بیفته، این حرف غلط و این حرف دروغ نباید بذاریم جا بیفته. راهش فعال شدن ماست. ما باید بیش از این فعال بشیم، روزانه باید دنبال مذاکره باشیم و دنبال رفع تحریم باشیم. همونطوری که رهبری فرمودن ما عجله نداریم. خب 2 ماه هم گذشته، ولی دیگه حالا دیگه الان کسی متهم به عجله ما رو نمیکنه. حالا روز اول اسفند اگه ما میرفتیم ممکن بود میگن حالا چرا عجله، روز 10 اسفند میرفتیم ممکن بود بگن عجله. دیگه تو فروردین عجله تمام شد، هیچ کس نمیتونه بگه بعد از 1 ماه دیگه عجله. دیگه میشه فرصت سوزی. از اول فروردین به بعد دیگه فرصت سوزیه. همه باید به صحنه بیاییم، همه باید تلاش بکنیم. تحریم ظلم بزرگ هست، رو سر مردم هست، باید برداشته بشه. البته این کار نادرستی بوده آمریکا انجام داده. به محضی هم که اونا تحریم رو بردارن ما به تمام تعهداتمون برمیگردیم. هم اونا دروغ میگن اگه ما بخوایم به کل تعهدات برگردیم 2-3 ماه زمان میبره، 1 روز بیشتر زمان نمیبره، دروغ میگن. یه سری مقررات بوده قبلا، حاکم بوده مقررات، بعدی با 1 فرمان میگن همه مقرراتی که در این مدت بوده کلم یکن تمام میشه، مقررات قبلی حاکم میشه. 1 ساعت میشه این کار کرد. آمریکایی‌ها دروغ میگن ما زمان میخواییم. ما هم زمان نمیخواییم. ما هم اگر کسی بگه ما 1 ماه زمان میخواییم، 1 هفته، ما هم در 1 لحظه میتونیم این کار انجام بدیم. ساعت نه، در 1 لحظه برمیگردیم به کل تعهداتم. 4 تا پیچه میبندیم، 4 تا پیچه وا میکنیم، کاری نداره، چیزی نیست اصلا. اراده میخواد در 2 طرف.
اگر اراده جدی باشه آمریکا میتونه در یک روز به کل تعهدات برگرده و ما هم میتونیم به کل تعهدات برگردیم. و بنابراین راه روشنه، با شعار کار پیش نمیره، با مصاحبه کار درست نمیشه. آمریکایی‌ها باید در مقام عمل بیان، با همه توان باید بیان در مقام عمل، بفهمن کار قبلی جنایت بوده، تروریست بوده و امروز باید بیان جبران کنن، باید بیان عمل بکنن. ما هم آماده ایم، هر وقت آمریکا آماده بود که تحریم رو برداره ما هم بلافاصله آماده ایم که ببینیم تحریم ها واقعا برداشته شده یا نه، و اگر برداشته شده بود ما هم همه تعهداتمون رو در یک روز انجام میدیم، در یک روز ما همه تعهداتمون انجام میدیم، بر میگردیم به اردیبهشت سال 98. حالا 97 اونا شروع کردن، ما یه سال صبر کردیم، تو اردیبهشت 98 ما تعهدات کم بر میگردیم به قبل اردیبهشت، هرچی بوده فروردین 98 ما در یک روز بر میگردیم، اونا میتونن در یک روز برگردن. اینا بازی هاییست که در پس در تحریم ما در تمام این 4 ماه لحظات آماده ایم، در هر لحظه در هر ساعت آماده ایم و این رو جز به وظیفه خودمون میدونیم که تحریم برداشته بشه و یک روز تأخیر رو در این جهت جایز نمیدانیم، خلاف شرع میدونیم، خلاف قانون میدونیم، خلاف قانون اساسی میدونیم و خلاف نظر مردم میدونیم. مجری دولت و دولت هم آماده است برای اینکه این اقدام بزرگ رو انجام بده. دو تا مسئله دیگه خیلی سریع من بگم و بحثم رو تمام بکنم. در دو مسئله دیگر هم ما کاملا باید در صحنه باشیم در این 4 ماه. یکی اقلام عمومی مورد نیاز مردم. بارها ما گفتیم صد قلم کالا مورد نیاز مردم. این صد قلم کالا باید مردم به راحتی بتونن دریافت بکنن با قیمت مناسب. خب این قیمت اگه نامناسب باشه برای مردم مشکل چیش میاد؟ اگه خدای ناکرده صف باشه که بد اندر بدتر، اگر نباشه که 10 بار بد اندر بدتر، اگر برنامه ریزی نشده باشه که 100 بار بد اندر بدتر. نه الحمدلله ما دیروز جلسه ستاد تنظیم بازار داشتیم، اگرم باز لازم بود معاون اول محترم جلسه رو میذاره، وزارت کشور در این زمینه فعالتر میشه نسبت به همه استانداری ها. دو تا وزیر، وزیر سمت و وزیر کشاورزی که مسئولیت مستقیم متوجه این 2 نفر هست، فعالتر میشن نسبت به گذشته. ما یه مشکل عمده‌ای نداریم واقعا، یعنی نهادهای دامی هست در اختیار، هم وارد شده هم در گمرک هم تو راه، اصلا مشکل نیست. شرکت ها آمادن، مشکلی در این شرکت ها وجود نداره برای اینکه فعالیت بکنن. کشتارگاه ها آمادن، میشه براشون نظارت بهتری کرد. این که چگونه از محل تولید به کشتارگاه، به میادین، به مغازه، یک کار ساده است که باید ما در یک سامانه فضای مجازی که دیروز به من گفتن این سامانه هم هست، وجود داره، ما همه مراحل رو بدونیم و توی این مراحل نباید یک مشکلی پیش بیاد راجع به مرغ، راجع به تخم مرغ، راجع به روغن، راجع به هر چیز دیگری که مردم در گرفتاری باشن، اونم ایام عید، اونم شب ماه رمضان. من از همه وزرا، از همه مسئولین میخوام در این زمینه کوشا و فعال باشن، این مسئله حل بشه و مردم در ارزاق عمومی تا ساعت آخری که ما هستیم به گونه‌ای باشه، هم ذخیره های ما به اندازه کافی باشه، هم بازار ما ثبات داشته باشه. و مسئله آخر تولیده. امسال سال تولیده، سال پشتیبانی از تولیده و سال رفع موانع تولیده. ما همه تلاشمون رو در این جهت باید انجام بدیم. الحمدلله ما پارسال پنجشنبه ها افتتاح ها رو انجام دادیم تا پایان کار و 58 افتتاح رو پارسال انجام دادیم. امسال هم اولین افتتاح رو هفته پیش انجام دادیم، دومین افتتاح رو هم فردا انجام میدیم. افتتاح اول ما هفته پیش بود،
5800 میلیارد تومان طرح و پروژه در مناطق آزاد افتتاح شد و این هفته هم فردا ما افتتاح در زمینه بحث‌های صنعتی و وزارت سمت داریم و انشالله هفته‌های دیگر هم خواهد بود. وزارت نیرو هم مثل پارسال الفبای خودش رو انشالله ادامه میده، البته الفبایی است که به یه نمیرسه هیچ وقت، همیشه تو الفبا میمونه، تو الفبای خودش انجام میده انشالله تو تا پایان این دولت انشالله. و آقای وزیر نیرو به من قول دادن که در عرض این 4 ماه 5 سد ملی مخزنی افتتاح خواهد شد، 10,000 هکتار شبکه اصلی آبیاری افتتاح خواهد شد، 3 تا تصفیه خانه آب، 5 تصفیه خانه فاضلاب، 3 نیروگاه حرارتی. بنابراین افتتاح‌ها به راست انشاءالله در هر هفته، چه وزارت نیرو چه سایر وزارتخونه ها، چون همهشون افتتاح دارن، ما هم پنجشنبه ها افتتاح داریم، همینجور انشاءالله کار رو پیش میبریم. ما تصمیم گرفتیم برای اینکه برای پشتیبانی تولید و رفع موانع چه کار بکنیم، برنامه های اولیه نوشته شده، انشاءالله ما به زودی برنامه ها تکمیل میشه، تدوین میشه، اعلام میشه که ما به وظیفه‌مون در سال 1400 انشاءالله عمل کرده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.